یه مسئله ای که میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم، مسئله اینستاگرام، فضای مجازی و این داستانا که داره چه اتفاقاتی توش میفته. به خدا شما نون منو آجر نمیکنید. یه خاکخوری پشتش بود، یه تلاشی پشتش بود. الان محتوای اینستاگرام جوری شده که شما هر چی مسخره تر، هر چی بی‌معناتر، هر چی بی‌محتواتر بیشتر فالوور میگیری. دوستان سلام، خوبین؟ آقا این ویدیو یوتیوب رو گرفتم که راجع به یه چیزی، یه سری از مسائل با هم دیگه صحبت کنیم و یه سری چیزها رو بهتون بگم. از این بعد ویدیو یوتیوب اولا زیاد میگیرم، زیاد پیشتون هستم و فعالیتمو توی زمینه یوتیوب میبرم بالا و بیشتر کار میکنم. یه مسئله ای که میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم، مسئله اینستاگرام، فضای مجازی و این داستانا که داره چه اتفاقاتی توش میفته. یه سری پستا رو میبینم، یه گزینه‌ای که میخوام راجعش صحبت کنم اینه که یه سری پستا رو میبینم که یه سری آنلاین شاپ‌ها میان شاکیان از اینکه یه سری ها پولشون رو خوردن، بهشون تبلیغ دادن، تبلیغشون رو نذاشتن و این داستانا. دوستان حواستون رو جمع کنید، دقت کنید. تو آپدیت جدید اینستاگرام که اومده، کسایی که توی حوزه تولید محتوا فعالیت میکنن و محتوای زیادی میسازن خیلی زیاد شدن، افزایش داشته این موضوع. یعنی هر کسی الان ویدیو میسازه تو پیجش میذاره و بازدید میلیونی میخوره، فالوور زیاد میگیره و میاد بالا. آفرینا، باریکلا، آفرین، خوبه، کار کنید. به خدا شما نون منو آجر نمی‌کنید. شمایی که دارین توی این حوزه فعالیت می‌کنید، هیچ ضرری به حال من محمد روشنفکر نداری. خب اتفاقا خوشحالم از اینکه انقدر این حرفه براتون جذاب و کار می‌کنه. قشنگ من خودم ازتون الگو برداری می‌کنم، من خودم از شماها یاد می‌گیرم. ولی عدد بالای پیج هر چی بیشتر باشه یا عدد بالایی داشته باشه، دلیل بر این نیستش که طرف شیر پاک خورده است، طرف آدم درستیه، آدم خوبیه یا هر چیزی. خب دیگه جوری شده که الان خیلی ها فالوور دارن، خیلی ها پیجشون بالاست. شما اول مطمئن شین، از اصالت طرف مطمئن شین. بالاخره خیلی ها به ما هیت میدن، خیلی ها به شخص خود من هیت میدن که آقا تو که اصلا با ویدیوهای پارکی معروف شدی، شما که توی پارک ویدیو میگرفتین و این داستان رو. بله ما تو پارک ویدیو میگرفتیم، ولی حداقل یه زحمت چند ساله‌ای پشتش بود دیگه. خدایی از حق نگذریم یه خورده نامردیه که بخواین اینجوری قضاوت کنین، اینجوری بخواین هیت بدین. بالاخره یه زحمت چند ساله‌ای پشتش بوده. آقا پارکی بوده، مسخره بوده، مزخرف بوده، باشه قبول، اصلا هرچی تو میگی قبول، به چشم خیلی خوب بود، اصلا کاری به این داستانم حتی ندارم. ولی حداقل یه زحمتی پشتش بود دیگه، یه خاکخوری پشتش بود، یه تلاشی پشتش بود، یه هی برو بیا، رفت و آمده و نمیدونم کار کردن و این داستانا، بالاخره پشتش بود. یعنی همچین ساده هم به دست نیومد، کار کردیم، زحمت کشیدیم، خیلی اذیت شدیم، اذیتمون کردن، چه حرف مردم باشه، چه یه سری اذیت‌های دیگه ای که نمیتونم راجع بهش صحبت کنم، باشه که خودتون بهتر از هر کسی میدونین. در کل خواستم بهتون بگم که راجع به این موضوع، هر کسی که پیجش بالاست دلیل بر این نیستش که آدم درستیه. حتی خود من، اصلا من به خودم میزنم، کاری به کسی دیگه ای ندارم، دلیل نمیشه آدم درستیه، نمیدونم حلال و حرام سرش باشه یا هر چیزی. دوستان بالاخره کار ما هم یه نوع شغله، کاری که ما داریم انجام میدیم یک نوع شغله. خیلی ها میگن که آقا اینا درآمدهای میلیاردی دارن و فلان و این داستان ها. نه واقعا همچین چیزی نیست. من خودم به شخصه از روز اول همه چیم رو بود، شما دیدین وضعیت کارهایی که میکردم، جاهایی که میرفتم. بالاخره آقا میگین طرف مثلا رفته او گوشی دستشه و گوشی آیفون گرفته و این داستان، معلومه من کارم همینه، من کارم و گوشی موبایله، باید بگیرم، باید بگیرم، شده قسطی، شده نمیدونم یه چیزمو بفروشم پول بذارم رو اون فلان، بگیرم بالاخره یه مدت پولای تبلیغاتمو جمع کنم تا بتونم یه چیزیو بگیرم و این داستانه. نه اصلا بحث این چیزا نیستش که او شما میلیاردی پول در میاری فلان و بیسارین. نه عزیزم همچین خبرای نیست. در حال حاضر که وضعیت همه خرابه، هیچکی نمیتونه بگه من وضعم خوبه. نه همه کارکاسبی‌ها خرابه، همه کارکاسبی‌ها کساده. تو خیابون بری دور بزنی، مغازه‌دارا رو ببینی، همه‌شون دارن مگس میپرونن، خیلی اوضاع بده. خواستم بهتون بگم که واسه پول خودتون ارزش قائل باشین. خب اینکه شما
هر کسی الان توی اینستاگرام تاریخ پیجش رو حداقل برو ببین این پیج اصلا از کی شروع فعالیت کرده، یهو اومده بالا. دلیل نمیشه که هر کسی الان فالوور گرفته یا مثلا یه شهرتی به دست آورده و پس ایشون سلبریتی هستن، ایشون بلاگر هستن، ایشون اینفلوئنسر هستن یا خیلی چیزهای دیگه. نه، لقب رو به دست آوردن خب زحمت میخواد. واقعا لقب، این القاب ساده به دست نمیاد. خب خیلی ها عدد پیجشون بالاست، دلیل نمیشه که خب چون فقط فالوور گرفتن کاری نداری که. الان محتوای اینستاگرام جوری شده که شما هر چی مسخره تر، هر چی بی‌معناتر، هر چی بی‌محتواتر بیشتر فالوور میگیری. دوستان الان یه سوال من ازتون دارم. یه سبک ویدیوهایی هست، خب طرف میاد داخل، مثلا طرف میاد داخل مغازه گوشی، مغازه گوشی فروشی، میاد داخل مغازه میگه ببخشید این ماشین لباسشویی ها چند؟ اون یکی میگه که این آدامسا مثلا 5 تومن. میگه پس من یه بادکنک میخوام دیگه. میگه خب قرارداد میارم امضا کنین دیگه، تخفیف بدین. یه همچین ویدیوهایی داره ساخته میشه، از اولش بی‌معنا تا آخرش هم بی‌معنا. باشه، اینا چطور؟ اینا خوبه، اینا ایرادی نداره. اون تایمی که ما ویدیوهای پارکی میگرفتیم و این داستانا، همه مسخرهمون میکردن، همه میگفتن که وای نه مسخره این، شما نمیدونم ویدیوهاتون بی‌محتوا این داستان. الان که بی‌محتواترینا دارن وایرال میشن، بی‌محتواترینا طرفدار دارن، بی‌محتواترینا رو دوست دارن. چی شد؟ بعد ویدیوهای ما مگه بی کلام و روی موزیک و روی حرکات و زبان بدن نبود؟ الان خیلی ها دارن از این ویدیوها میگیرن، فقط چون با دوربین میگیرن قشنگه. ما چون مثلا اون موقع میگرفتیم با گوشی میگرفتیم، دلنشین نبود، دوست نداشتیم. چجوریه که الان اینا رو همه دوست دارن؟ فقط چون ما انجام میدادیم دوست نداشتیم؟ فقط چون اون ویدیوها رو ما میگرفتیم شما خوشتون نمیومد، الان با دوربین گرفته میشه دوست دارین؟ قشنگه. با گوشی میگرفتیم نه، قشنگ نبود. چرا؟ یا مثلا الان خیلی ساده، انگار یه چیز روتین شده، یه چیز خیلی عادی شده که توی فضای مجازی یا اینستاگرام یا هر پستی و محتوایی خیلی راحت توهین میکنن، میان تو کامنت ها خیلی راحت به یک نفر توهین میکنن. آقا من خودم، خب به شخصه دارم میگم، یه سری ها واقعا لایق اون توهینی که میکنین هستن. واقعا یارو دیگه واقعا داری چرت میگی، باید بهت توهین شه، تو خودت داری اون توهینه رو واسه خودت میخری. ولی بعضی ها واقعا لایق توهین نیستن دیگه. دوستان شما زیر هر پستی دیگه نباید فحش و بدو بیرو بنویسی، به هر کسی نباید توهین کنی، زشته واقعا. در کل خواستم بهتون بگم که دوستان حواستون باشه، اینجا فضای مجازی اینستاگرام، داستانا خیلی اوضاع عوض شده، خیلی ها میان توی دایرکت من شماره کارت میفرستن و فلان و این داستانا. این گدایی کردن های مجازی خورده عجیب شده. یعنی چی؟ طرف میاد تو دایرکت من مثلا پیام میذاره که شماره کارت میذاره. حالا میشناسم مثلا یکی که مثلا محتاجه، آدم میشناسه میره کمک میکنه، اوکی و این داستانا. ولی خب نمیشه که همینجوری آدم بدون هیچ شناختی، بدون هیچ چیزی، یهو شماره کارت میفرستی، میگی چه میدونم میخوام با دوستان برم بیرون، پول ندارم، یه 2 میلیون میزنی. من خودم با دوستان میرم بیرون، 2 میلیون خرجمون نمیشه تو یک هفته. چجوریه که تو یه شب میخوای بری بیرون 2 میلیون هزینت میشه، بعد اونم میاد به من میگه من بدم؟ من کجا بیارم بدم عزیزم؟ من چرا فکر میکنی من درخت پول دارم؟ بعد اصلا این چه کاریه؟ اینقدر چرا همچین چیزی زیاد شده؟ تو رو خدا بیاین از ما خرید کنین توی اینستاگرام خیلی زیاد شده. نمیدونم، من که میدونم کسی از من حمایت نمیکنه، ولی شما هنر منو ببین. باشه، هنرت خوبه، هنرتو بذار میبینن حمایت میکنن و این داستانو. دوستان من نظر شخصی خودمو دارم میگم، شاید اصلا این کارم درست باشه ها، ولی یکی یه همچین کاری میکنه، یه مثلا حالت مظلوم نمایی انجام میده، بقیه میبینن که خب طرف داره جواب میگیره، خب ما هم بیایم گردن کش کنیم، مخاطب دلش میسوزه میاد میگیره دیگه، قیافه مظلوم هم به خودمون میگیریم، مخاطب میبینه دلش میسوزه دیگه میاد ازمون حمایت میکنه اون داستانا. خب در کل دارم میگم یه مقدار فضای مجازی یه خورده همچین
دیگه یه سری چیزا واقعا لوس و حال به همزن داره میشه. خب فکر کنم شما هم قبول دارین. بس دیگه چرا واقعا ما مثلا میایم دهن خودمون رو سرویس میکنم؟ من یه تایمی سریال میساختم، سریال های چند قسمتی میساختم، فیلم کوتاه میساختم و این داستان. الان چند وقت نمیسازم. ولی به خاطر چی نمیسازم؟ به خاطر اینکه وقتی مخاطب، واقعا مخاطب توی اینستاگرام دنبال محتوا نیست، دنبال چرت و پرت میگرده. یعنی چرت و پرت، بذار یه نمونه شو واسه تون پلی کنم. به زور یه چیزی هم لود میشه، بعد من یهو توی خیابونه ترسیدم، مامانم گفت هر وقت ترسیدی یه صدای از خودت در بیار تا هرچی دوزو ایناست بره. یه اون من صدای تیک تیک در بگرم، گفت تیک تیک تیک، یه ها صدای جیک جیک از خودش در بیار، جیک جیک جیک. خب بیا این نمونش، یارو مثلا تا دیروز 200 دونه فالوور داشت، فقط خاله و عمه‌اش نگاهش می‌کردن، یهو الان شو 100 کن. چرا واقعا؟ چرا دوستان؟ نمی‌فهمم دنبال چی هستین؟ دنبال چی هستین واقعا؟ خیلی عجیبه واسم، خیلی واقعا یه وقتایی درک نمی‌کنم اتفاقایی که داره می‌افته. یه سری میاد دهن خودشونو سرویس میکنن، یه چیزی بسازن برای مخاطب، حتی پشیزی ارزش نداره. خب من واسه چی باید به خودم زحمت بدم؟ آدم اصلا خسته میشه، کلافه میشه، هیچ انگیزه واسه کار کردن نداره. وقتی میبینه توی اینستاگرام مخاطب علاقه شدیدی به ویدیوی بی محتوا نشون میده، دیگه انگیزه واسه کار نمیمونه. عقب‌تر هم گفتم راجع به این موضوع، شما از اونا داری به من میگی پارکی بی استعداد؟ باشه، من پارکی بی استعداد. شما الان همون ویدیوهای پارکی ما رو ملت دارن با دوربین حرفه‌ای میگیرن، خوبه اشکال نداره، و دارن ویدیوهای چرت و پرت تو اینستاگرام میسازن و کلی هم دارن فالوور میگیرن، کلی هم داره ویو میگیره و این داستان، این اشکال نداره. فقط الان من حداقلش چند تا سریال تو پیجم ساختم، هست ویدیوش هم هست، بی برو ببین. منی که وقتی میام یه همچین انتقادی میکنم، یه همچین حرفی میزنم، یه کاری هم انجام دادم دیگه، یه کاری هم کردم، یه چیزی هم ساختم، یه فیلم کوتاهی ساختم که زبونم دراز باشه بگم آقا من همچین کاری کردم دیگه. شما کردی؟ نه. خیلی عجیب شده واسم واقعا. راحت توهین میکنن، راحت فحش میدن، راحت دل میشکنن، از نمیدونم چیز خوبو نمیبینن، چیز چرت و پرتو نگاه میکنن. نمیدانم چه شد در من، فقط دیدم پریشانم. انشالله که خیره. دوستان مرسی که من این حرفا رو واقعا دوست داشتم بزنم. خب از اول ویدیو تا آخر ویدیو خیلی نکاتو بهتون گفتم، ببخشید سرتون رو درد آوردم با ویدیوهای یوتیوب خیلی 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 زیاد. از این بعد در خدمتتون هستم، دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب یادتون نره. عاشقتونم. شبتون بخیر، روزتون بخیر، هر موقعی که این ویدیو رو دارین میبینینتون بخیر. عاشقتونم.